مایک پومپئو 40 سال اعمال تجاوزکارانه توسط رژیم ایران وجود داشته است. العربیه رژیم ایران به شبه نظامیان در عراق برای حمله به منافع آمریکا موشک می‌دهد. پاسداران جنایت پیشه مراتع جنگلی منطقه نوسود را به آتش کشیدند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه‌ای درباره اطلاعاتی که باعث اعزام ناو به منطقه شد گفت: من در رابطه با اطلاعات نمی‌توانم زیاد چیزی بگویم، ولی همه باید بدانند که اطلاعات واقعی وجود دارد. مهم است که همه متوجه باشند که 40 سال اعمال تجاوزکارانه توسط رژیم ایران وجود داشته است. بنابراین خلاصه کردن این اطلاعات به فقط 3 روز یا 5 روز یا 7 روز محتوای تهدید و آرزوهای رژیم ایران را مد نظر قرار نمی دهد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکا نوشت: روز پنجشنبه 2 رزمناو آمریکایی به نام‌های USS مکفال و USS گونزالز بدون هیچ حادثه‌ای از تنگه هرمز در نزدیکی ایران عبور کردند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفت: این بی سر و صدا ترین عبور ما از تنگه هرمز طی مدتی مدید بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای دموکرات 3 کمیته روابط خارجی، نیروهای مسلح و اطلاعات در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به مایک پومپئو از وی خواستند تا توضیحات و مستندات درباره تهدید رژیم ایران و کنترل تسلیحاتی را تا 7 روز دیگر ارائه کند. به گزارش العربیه، یک منبع امنیتی عراق فاش کرد رژیم ایران به تعدادی از گروه‌های شبه نظامی عراقی از جمله حزب الله، اصائب و نجبا محموله‌های موشک رسانده تا با استفاده از آنها نیروهای ائتلاف بین‌المللی، سفارت آمریکا در بغداد و شرکت‌های نفتی فعال در جنوب عراق را هدف قرار دهند. این منبع امنیتی عراقی به شبکه الحدث گفت: این موشک‌ها از طریق 3 گذرگاه مرزی اشیب، شلمچه و زرباتیه، در حالی که در میان محموله‌های مواد غذایی جاسازی شده بودند، به انبارهای گروه‌های شبه نظامی رسیده است. روزنامه گاردین چاپ انگلستان پنجشنبه شب از جلسه پاسدار قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی تروریستی قدس، با شبه نظامیان عراقی خبر داد. به نوشته این روزنامه، این جلسه که 3 هفته پیش برگزار شده، از گروه‌های شبه نظامی شیعی خواسته است که برای جنگ نیابتی آماده شوند. پاسداران جنایت پیشه به ارتفاعات مرز نوسود از توابع شهرستان پاوه اعزام شده و مراتع جنگلی این منطقه را به آتش کشیدند. پاسداران با این اقدام علاوه بر تخریب محیط زیست منطقه نوسود، اقدام به کمین در مسیر کولبران محروم می کنند. روز جمعه در شهر کلات در استان خراسان رضوی بر اثر حجم عظیمی از سیلاب، پل خوارزم زیر آب رفت.